سلام به همه شورشگران ایران زمین. میگم دوستان رفقا، بعد از بالا گرفتن افتضاح حمله و هجوم جکی جنورای ولایت به زنان و دخترای مردم، سر میر غضب نظام اژه‌ای به صحنه اومد و آه و ناله کرد که آی چرا دولت و بقیه خودشونو از این قضیه کنار میکشن و بازی کی بود من نبودم را انداختن. در بهمن ماه سال گذشته و در اسفند ماه سال گذشته بنده با آقای رئیسی صحبت کردیم به عنوان دو مسئول دو قوه. خب بالاخره نمیشه که مسائل اونجوری رها کرد و دعوت کردیم از فرماندهی محترم فراجا و بعضی از نهادهای دیگه، چندین وزارتونم اونجا بودم، که این موضوعی که ما امروز باش روبرو هستیم که باز اتفاق تقریبا نظر هست یا نزدیک به اتفاق هست، یک دشمن داره تحریکاتی انجام میده. خب اینا نمیشه که همینطور رها بشه. نیرو انتظامی از او خواسته شد، تأکید شد که آقا شما بیا تو میدون. حالا اومده تو میدون، حالا میتونیم خودمونو کنار بکشیم بگیم آقا کی بود من نبودم؟ ما بیلا خب وقتی رئیسی و عظما تو این بازی کی بود خودشونو از این گندی که بالا آوردن کنار میکشن، خب معلومه که زبونا دراز میشه دیگه. آره دیگه، عنایت بفرمایین. حکمرانان بپذیرند که فقط همین دو فقره اخیر مماشات با آن واعظ اهانت کننده و تکریم این امام جمعه موقت مرتبط با ماجرای باغ گل ازگل، میلیون ها نفر را نسبت به دین بدبین و در اعتمادشان به نظام تزلزل ایجاد کرد، چون این برخوردهای حاکمیتی به نام دین صورت گرفتند. بله، یه گوشه از اوضاع خرطوخر نظام تو داخل رو دیدیم. حالا خوبه یه نگاهی هم به سفر خبیثی به کشور همسایه بندازیم. بیگی منو نخوری زمین. ما دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور میتونستیم در اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. دبیا رفقا، این خبیثی شالاتان همچین فیگور میگیره که انگار تو پاکستان واسه سر و دست میشکستن. بالا نمیاره که شرایط و وضعیت چی بوده. به یه نمونه از حرفای رسانه های خودشون نگاهی بندازیم. حاشیه های پررنگ از متن سفر رئیسی به پاکستان، از استقبال سرد در فرودگاه تا غیبت آجودان، عدم استقبال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از رئیسی در بدو ورود به خاک کشور اولین حاشیه‌ای بود که رقم خورد. استقبالی که نقدهایی را به همراه داشت و منتقدان تأکید داشتند سطح استقبال پاکستان متناسب با سطح سفر صورت گرفته به این کشور نبوده است. وای از این استقبال صد اصلا ناراحت نشو، قصه نخور خبیثی. آخه به زودی قرار بچه های کف خیابون یه بدرقه آتشین از تو و اوزی و کل نظامتون میکنن. البته جای خوبی هم میفرستنتون. آره پیش اون گور به گوری. دوستان رفقا عزت زیاد. موسیقی.